آیا حکمتیار به طالبان می پیوندد؟ نمایندگان امریکا با رهبری جبهه مقاومت دیدار کرد. اسناد محرم در اقامتگاه بایدن، هیئت حقیقت‌یاب بررسی می کند. فوزیه کوفی داغدار شد و آتش سوزی وحشتناک که دار و ندار مردم را بلعید. حکمتیار در جهت تأمین امنیت و حفظ جان مال و مردم و جلوگیری از عملیات گروه های اجیر و ترورست هم یک جا و دست در دست هم وارد عمل می شویم. آقای حکمتیار در اظهارات اخیر خود در نماز جمعه 23 جدی گفته است که باید برای تأمین امنیت مردم و هم مبارزه با تهدیدات ترورستی باید همه با هم یک جا و دست در دست هم وارد عمل شویم. آقای حکمتیار از شخصیت‌های سیاسی است که همیشه در مخالفت با نظام حاکم در افغانستان بوده است و در برابر سیاست‌های طالبان از جمله تصمیم طالبان بر منع زنان از کار و تحصیل هم عکس عمل‌های نشان داده است. بعداً رهبر حزب اسلامی در ارتباط با انفجار در مقابل وزارت خارجه هم عکس عمل نشان داده است و آن را مرتبط با کشورهای صلیبی یعنی غربی دانسته است. او در نماز جمعه 11 قوس سال 1401 مورد حمله انتحاری قرار گرفت و این موضوع بیان میکند که مسئولیت امنیت عمومی که مربوط طالبان میشود به شده توانایی های دفاعی و نظامی حزب اسلامی را تحت شعاع قرار داده است و اکنون آمادگی آقای حکمتیار برای همکاری ها به هدف تامین امنیت و مقابله با تهدیدات تروریستی در افغانستان دقیقا همکاری با چه کسی است و چگونه؟ آیا حکمتیار قصد پیوستن به گروه طالبان را دارد؟ در این باره آقای عظمی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان چنین میگوید: جریان های سیاسی در افغانستان نقش عمده و کلیدی دارند و از دیدگاه من حزب آقای حکمتیار در 40 سال گذشته نقش عمده در اوضاع و احوال افغانستان داشته است و اضافه کرد که حزب اسلامی با طالبان وجوهات مشترک زیادی دارند، مثلا هر دو از جریانات ضد آمریکایی به حساب می روند. آقای عظمی تاکید کرده است که هر گونه اتحاد بر علیه تروریسم در جهت تامین امنیت می تواند تاثیر بسیار خوبی بر وضع امنیت داشته باشد، بدون در نظر داشت اینکه کدام جریان سیاسی در این امر پیش قدم می شود. آقای یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه در صحبت با اسپوتنیک گفت حکمتیار چندین بار برای طالبان پیشنهاد و همکاری مسلحانه و کمک نظامی داده است. در مقابل تحریک طالبان هیچ گونه علاقمندی و جواب به این پیشنهادات نشان نداده است. آقای چاوش می افزاید از طرف طالبان می دانند که حکمتیار با پاکستان، ISI و سازمان های استخباراتی منطقه رابطه دارد. او یک انسان معامله‌گر است که همیشه به منافع خود فکر میکند و وانمود میکند که علاقه‌مند به منافع ملی است. نمایندگان امریکا با رهبری جبهه مقاومت دیدار کرد. احمدی نمایندگان امریکا با اعضای رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان دیدار کرد. سبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در برگه تویتر خود نوشته است که یک هیئت از مسئولین ارشد نهادهای فکری ایالات متحده امریکا روز جمعه با هیئت عالی رتبه جبهه مقاومت ملی افغانستان ملاقات کرده است. احمدی در ادامه نوشته است که هر دو جناح در مورد اوضای جاری افغانستان و راههای بیرون رفت از بحران فعلی کشور، جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و نحو موثریت نقش امریکا بحث کردند. فوزیه کوفی پیام تسلیت. برادر گرامی استاد فرید سالنگی از رحلت برادر جوان شما قاضی عبدالوحید سالنگی اطلاع یافتم. بدون تردید وفات جوان تحصیل کرده و روشنفکر مایه تأسف و تأثیر همیمان گردیده است. بر این وسیله رحلت جوان برومن قاضی عبدالوحید سالنگی پسر دگر جنرال عبدالرازق سالنگی را حضور شما خانواده محترم و تمام بستگانشان تسلیت عرض میکنم. برای جوان تازه از دنیا رفته بهشت برین و برای خانواده محترم شما از بارگاه عزت منان صبر و جمیل خوانم. فوزیه کوفی آتش سوزی در یک شهرک تجارتی در بلخ خسارات مالی بر جا گذاشت. وقوع یک آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد نفتی خصوصی در شهرک تجارتی شهر مزار شریف ولایت بلخ خسارات مالی بر جا گذاشته است. دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه بلخ گزارش داده است که این آتش سوزی صبح روز دوشنبه 26 جدی در شهرک تجارتی حیرتان از مربوطات حوزه سیم امنیتی شهر مزار شریف رخ داده است. بر اساس گزارش در نتیجه این آتش سوزی به اندازه 200 هزار افغانی خسارت مالی بر جا گذاشته است. فرماندهی امنیه بلخ افزوده است که از اثر سعی تلاش مدیریت اطفایی این فرماندهی در حدود 22 میلیون افغانی اموال و اجناس از طعمه حریق نجات داده شده است.
درباره علت وقوع آتش‌سوزی در این ذخیرگاه مواد نفتی چیزی گفته نشده است. از سوی هم منابع محلی در ولایت بلخ بر رسانه‌ها گفتند که در پی این آتش‌سوزی 3 نفر زخمی شدند، اما مسئولان امنیتی در این باره چیزی نگفتند. اسناد محرم در اقامتگاه بایدن، هیئت حقیقت‌یاب بررسی می‌کند. صدای آمریکا گزارش می‌دهد. یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب بررسی‌ها را در مورد نگهداری اسناد محرم توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کرده است. 6 صفحه از اسناد محرم اخیراً در کتابخانه شخصی رئیس جمهور بایدن به دست آمد. تعدادی از اوراق محرم در منزلش در ایالت دلاویر و مرکز کار بایدن در واشنگتن نیز به دست آمده است. این موضوع با قضیه به دست آمدن اسناد محرم از منزل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مشابهت دارد. سال گذشته 300 سند به شمول اسناد ارشد محرم از محل بودوباش دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا به دست آمد که یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب برای بررسی آن قضیه گماشته شده است. آدم شیف قانونگذار دموکرات در کنگره ایالات متحده میگوید با وجود آن که تفاوت‌های عمده میان هر دو قضیه وجود دارد، تحقیقات پیرامون قضیه جو بایدن را مناسب می‌خواند. او گفت: می‌خواهم بدانم که این اسناد چیست، می‌خواهم بدانم که ارزیابی هیئت حقیقت‌یاب چیست، آیا خطر افشا شدن این اسناد وجود دارد، چه آسیبی می‌تواند داشته باشد و آیا اقدامی برای کاهش آن برداشته شود یا خیر. قصر سفید میگوید که با هیئت حقیقت‌یاب همکاری خواهد کرد. این عین می‌خواهد بداند که آیا قانون عمدن نقض شده است و یا سلنگوری صورت گرفته است. دان بیکن، یک تن از قانونگذاران جمهوری خواه پیرامون خطرات احتمالی بی‌اعتنایی در برابر معلومات محرم، گفت نگهداری معلومات ارشد محرم و خاص در گاجار یا در محل بودوباش یا در محل که اتباع چین به آن رفت آمد و دسترسی داشته باشند نادرست است و نباید به جانب مقابل تنها انگشت انتقاد گرفت. در صورتی که رئیس جمهور بایدن آگاهانه و بدون مجوز اسناد محرم را نگهداری و حفظ کرده باشد، این عمل او جرم پنداشته می شود. با در نظر داشت این که یک رئیس جمهور برحال نمی تواند متهم شود، راد روناستاین معاون پیشین وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد چگونگی پیامد عدلی و قضایی آن گفت هیئت ویژه حقیقت‌یاب باید حقایق و قانون را ارزیابی کند، پالیسی های وزارت عدلیه را بررسی کند و پیشنهاد خود را در مورد اینکه آیا قضیه مستلزم تحقیق عدلی می باشد یا خیر به وزیر عدلیه ارائه کند. اتخاذ تصمیم بعدی به وزیر عدلیه لب می گیرد. در حالی که قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه دو حزب عمده سیاسی ایالات متحده خواستار بررسی این قضیه توسط هیئت موظف کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان کنگرس از قصر سفید خواسته است تا فهرست تمام افراد را که از ماه جنوری سال گذشته بدین سو به منزل جو بایدن رفت آمد داشتند در اختیار این کمیته قرار دهد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیویمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.